از ادب احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم و آقای دکتر عباس میلانی عزیز هستیم، استاد دانشگاه استنفورد، تاریخ نگار، نویسنده، منتقد، ادیب. زیرش که سلام بلند بالا داشته باشم به ایشون، برنامه را آقای امیر شورتی هدایت میکنه. ممنونم دکتر میلانی، درود بر شما. سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور. دکتر میلانی، همه دیگه هموطنان ما در درون کشور میدونن که استنفورد یکی از پروژه های به نظرم خیلی مهمش در رابطه با ایران اینه که چهره های اپوزیسیون رو دعوت بکنه به این دانشگاه، اونا نظراتشون رو بیان بکنن تا اگر بشه یک اینا رو به اصطلاح هدایت کرد به اینکه در یک نقطه در با هم اجتماع بکنن، با هم یک دل بشن در مورد مسائل ایران. سراپا گوشی می‌خواستم ببینم که مختصرا اگه میشه توضیح بفرمایید، چون همه منتظرن. بفرمایید. خیلی متشکرم از حسن نظر دوستان در داخل کشور. در خارج کشور بعد از هفته پیش من چندین و چند نامه دریافت کردم، بعضی از دوستان داخل، بعضی در خارج اظهار لطف کردن، اظهار نظر کردن، لیست دادن، خیلی با جزئیات فراوان. بادرت کنم که هدف ما در این کار دقیقا تشکیل نه فقط یک جلسه بلکه چندین جلسه به هم پیوسته است، برای اینکه نه فقط اپوزیسیون بلکه اپوزیسیون و کسانی که دلسوز ایران هستند و توان کمک به گذار از این نکبت رو دارن در زیر یک در واقع جا، زیر یک برنامه های به هم پیوسته گرد هم بیاریم و راهی برای گریز از این و گذار از این نکبت پیدا بکنیم. از همونطور که گفتم یک جلسه، مثلا شاید اولین جلسمون، متشکل از برجسته ترین ایرانیانی است که در خارج تونستن در عرصه اقتصاد موفق باشن. هر کدومشون شرکت هایی رو به چند ده میلیارد دلار به ثمر نشوندن و همشون کسانی هستن که دلسوز ایران هستن. یک جلسه مثلا با اونها خواهیم گذاشت و یک اقتصاددان یا دو اقتصاددان دعوت میکنیم که اینها تبادل نظر بکنن که چجور میشه این اقتصاد به گل نشسته رو نجات داد و ایرانی اونچنان که ایرانیان مستحقش هستن و تاریخ ایران مستحقش هست ایجاد بکنن. یه جلسه در مورد گزار سیاسی است که بعضی از این رهبران سیاسی و همراه دوباره با محققینی که در این نوع مسائل تأمل کردن، همکارانم هم آقای مکفال سفیر سابق آمریکا در روسیه، آقای لری دایموند، فوکویاما، اینها مثلا در مورد گذار و مسائل گذار صحبت خواهند کرد. یعنی یک جلسه یا دو جلسه در مورد نقش زنان در این کار خواهیم داشت، نقش چگونگی تهیه یک قانون اساسی. دوباره از حقوقدانای ایرانی دعوت خواهیم کرد و از حقوقدانای برجسته که در استنفورد هستند و در این کار بودند دعوت خواهیم کرد که بیان و یه سری جلسات همونطور که گفتم به هم پیوسته با یک فکر واحد، چگونه باید ایران رو از این نکبت به یک مرحله از جامعه عرفی دموکراتیک که به نظرم اکثریت عظیم مردم خواهانش هستند رسون، با حداقل خونریزی، با حد اکثر استفاده از امکانات عظیمی که در ایران پهناور هست. من به دوستان واقعا بدون اغراق میگم تلاش هایی که الان داره میشه، من از برخی از اونها خبر دارم، تلاش هایی که داره میشه از سوی این دلسوزان ایران، کسانی که بسیاریشون تا چندی پیش رغبتی به شرکت در مسائل ایران نداشتند، الان دارن توان مالی، توان تکنولوژیک، توان مدیریتی عظیم خودشون رو به کار میگیرن در جاهای مختلف برای اینکه راهی برای این مسئله پیدا بکنن. دقیقاً به گمان من بخشی از مسئله اپوزیسیون در خارج این بوده و هست که در مورد مسائل ایران بیشتر به
تاکتیکی فکر میکنن و با تاکتیک و با لحظه به هیجان در میان که قابل فهمه و با اولین ضربه دوباره پس میشینند و منتظر موج بعدی میشن. این برای حل مسئله ایران به گمان من کفایت نمیکنه. باید در مورد مسائل ایران استراتژیک و تاکتیکی فکر کرد و استراتژیک فکر کردن یعنی همه عقلامون رو، عقل دانشگاهیامون رو، عقل محققینمون رو، عقل فعالین سیاسیمون رو، عقل سرمایداران بزرگ موفقمون رو کنار هم بگذاریم در یک پروسه‌ای به مسائل گذشته، مسائل ایجاد شده در توسط فساد و بیکفایتی این رژیم بیاندیشیم، به فرصت‌هایی که از ایران رفته به طور جدی، به طور غیر شتاب زده، به طور غیر حتاکانه بیاندیشیم و ببینیم این امکانات عظیمی که این ایران پهناور داره، ایران داخل و ایران خارج، بدون وحدت این دو ایران رو نمیشه نجات داد. خارج رهبر داخل نیست، میدان اصلی مبارزه داخله، ولی اگر فردا در ایران بهترین حکومت از دل جنبش دموکراتیک در بیاد، به قول عده‌ای از اوین کابینه بعدی انتخاب بشه، باز هم بدون تکیه به ایران خارج از مرزها، ایران پهناور، بدون این توان عظیمی که در اینجا هست نمیشه ایران نجات داد. باید اونجوری به مسئله به گمان من اندیشید و تلاش ما هم دقیقاً در تشکیل این سری کنفرانس های به هم پیوسته که همه رو در ظرف یک سال انجام خواهیم داد دقیقاً همینه. دوشوی میلانی عزیز، فکر میکنید که در هفته آینده بشه لیستی رو عرضی کرد به هموطنها از مجموعه شرکت کنندگان یا هنوز زوده؟ فرصتی که لیست ما، تمام تلاش من این هست که در واقع که لیست کامل برنامه ها رو و زمان بندی نسبیشون رو تهیه بکنیم و بعد در اختیار دوستان عزیز بگذاریم. در اولین فرصت این کار رو میکنم. مطابق دوباره بدونی کار در دانشگاه کردن دشوار و پیدا کردن اتاق برای مثلا جلسه، میدونم دوستان از دور میگن خب مگه دانشگاهی به این بزرگی جا کمه؟ نه جا کم نیست، ولی پیدا کردنش یه پروسه‌ای داره. پیدا کردن زمانی که مثلا بشه 5 نفر از موفق ترین ایرانیان سرمایه‌دار رو در یه جا جمع کرد وقت میبره، امکانات مدیریتی لازم داره. به همین خاطر ما به اندازه همه در این کار میل به اتمام هرچه زودترش رو داریم، ولی بدون شک در اولین جایی که این اعلام بکنیم در همین جا در برنامه شماست. آقای دکتر میلانی عزیز، بنابراین با توجه به اینکه شمار زیادی از کلان سرمایه‌داران ما و همینطور بسیاری از مدیران هیئت در ایالات متحده آمریکا که طرح‌هایی دارن برای ایران آینده، خیلی ما رو نسبت به فردا ایران امیدوار میکنه. یعنی آدمای برجسته و خیلی بزرگی در قلمرو صنعت و هایتک در ایالات متحده آمریکا که علاقمندن در ایران کار کنن، در ایران سرمایه گذاری کنن و ایران رو از این ورطه بیرون بکشن. من گفتم واقعا چون بسیاری از دوستان به من لطف دارن، فکر میکنن استنفورد میتونه کمکی در این راه بکنه، من از این سیلی که از بطن جامعه برخواسته، بعضیشون همین به قول شما کلان سرمایه‌داران هستند، بعضیا بانکداران موفق هستند، بعضیا استادان سابق، استادانی هستند که تا چند روز پیش، چند ماه پیش رغبتی به فعالیت نداشتن. من با هم دوستانی تماس گرفتن که هرگز من نمیشناختمشون، نمیخوام اسامی بگم، نمیخوام اسم دانشگاه بگم، از بعضی از برجسته ترین دانشگاه ها. حرکت مردم در داخل در این 4 ماه اخیر واقعا جایی برای کنار نشستن نگذاشته، جایی برای مالک کشی نگذاشته. من شرم میکنم از طرف این کسانی که هنوز
مالکش های این رژیم هستند. هنوز سعی میکنن از هر فرصتی استفاده بکنن و توجیهی برای این رژیم پیدا بکنن، برای اینکه مثلا سپاه رو جزء لیست تروریست ها نذارن. دیدم نوشتن که سپاه رو بذارید به ضرر مردم ایران میشه. کسانی که یک عمر علیه منافع مردم ایران در آمریکا به نفع این رژیم تبلیغ کردن. ولی اون موج عظیمه و همش در نتیجه اون حرکت عظیمی است که در داخل صورت میگیره. وقتی که نرگس محمدی در زندان با این شجاعت یا دسترین ستوده یا آقای رونقی یا آقای مجیدی، اینها در زندان زیر ساطور این رژیم، این خانومی که از فعالین محیط زیست بوده، من این نامش رو میخوندم همین دیروز در اومده، میدونه این نامه چاپ بشه، اون بازجوی تبهکاری که این بلاها رو بر سرش اومده آورده به سراغش خواهد رفت، ولی نمیترسه. اون شجاعت، اون دلیری، اون درایت، اون داری همه رو به گمان من به حرکت آورده. و همین خاطر من خیلی خیلی امیدوارم. متاسفانه، دوباره باید بگم متاسفانه، اون بخشی از اپوزیسیون در خارج که شتاب زده عمل میکنه، فوری با هر تظاهراتی فکر میکنه که فردا این رژیم میفته و دیگه راهی نداره، اونها کمکی به تداوم این مبارزه لازم نمی کنند. این مبارزه مبارزه استراتژیکه. این رژیم 44 سال در ایران دستگاه سرکوب خودش رو صیقل داده. این رژیم از 1962 آقای خمینی شروع کرده تشکیلاتی درست بکنه برای غصب قدرت. اینها از دوران مجلسی، دوران صفویه در فکر تسخیر قدرت بودن، زمین سازی فکری براش کردن، از 1962 زمین سازی عملی کردن. هم ساواک در خواب قفلت بود در مورد اینها، هم اپوزیسیون خودشیفته، دائم فقط خودش رو میدید، فقط چپ رو میدید یا فقط مصدق رو میدید. اینها داشتن شبکه میساختن با تایید ساواک، گاهی با کمک ساواک امثال شریعتی رو به دانشگاه ها آوردن، گاهی با کمک امثال سید حسین نصر امثال حداد عادل رو به دانشگاه آریامهر سابق آوردن. این همه غافل بودن. این رژیمی نیست که در فکر استمرار خودش نباشه. پولم در اختیارشه، اسباب سرکوبم در اختیارشه و هیچ حدی نمیشناسه. خامنه ای شاه نیست که بگه مردم نمیخوان من میرم. این میگه مردم نمیخوان، غلط کردن. اصلا مردم چی کارن؟ به صراحت میگن مردم چی کارن؟ این حق الهی ماست و حق الهی ماست بکشیم شما رو اگر با این حق، با حق ادعایی ما، حق قصوی ما مخالفت دارید. با این همه 44 سال دستگاه سرکوب در اختیارشون بوده، انحصار تبلیغات در اختیارشون بوده، کوس رسواییشون در ایران زده شده، حتی در غرب هم زده شده. دلالان اینها، مداحان ایران با خجالت الان میتونن به کار مداحی، زیر پوستی میتونن کار مداحی خودشون رو ادامه بدن و باید هر روز با تأکید بر اون صدای مردم غربی ها رو هم متقاعد کرد که یک ایران دیگری وجود داره که میتونه هم ایران رو اداره کنه، هم منافع مردم ایران رو تأمین بکنه و هم با تأمین منافع مردم ایران منافع غرب هم بهتر از این رژیم تأمین میشه. ما نمیتونیم از غرب انتظار داشته باشیم که بیاد برای ایران تعیین تکلیف بکنه یا منافع خودش رو بگذاره. غربی ها دولتاشون به حق منافع غرب رو میخوان. ما باید به اونها نشون بدیم که منافع غرب هم با یک ایران دموکراتیک همسوست. باید به امثال آقای بورل با استدلال، با قدرت، با نشون دادن توان مدیریت این حرکت و توان مدیریت جامعه نشون داد که باطل میگه آقای بورل.
نفع شما در این نیست که یک قرارداد نیم بند با یک رژیم تبهکار دروغگو ببندید و به امید اون قرارداد مثلا از وارد شدن اسم سپاه در لیست تشکیلات تروریستی جلوگیری کنید. کدوم تشکیلات در جهان به اندازه سپاه قدس در منطقه و در اروپا فعالیت تروریستی کرده؟ آقای بورل میگه باید از طریق قانونی بریم. مگه شما وقتی که ده ها گانگستر روسی رو اموالشون رو مصادره کردید در اروپا، خانواده پوتین رو اموالشون مصادره کردید در اروپا، از طریق قانونی رفتید یه اعلامیه دادید؟ چطور این اعلامیه ها، چطور اون شیوه عمل، من نمیگم عمل غیر قانونی باید باشه، من مدافع عمل قانونی هستم، ولی از قانون استفاده کردن برای جلوگیری از اون چی که از هر من شمسه. این رژیم با مردم ایران برخورده، این سپاه با مردم ایران برخورده تروریستی میکنه. تردید ندارم هستن کسانی در داخل سپاه که فکر میکنن برخورد این سپاه در داخل و در خارج نادرسته، باید بیان حرفشون رو بزنن، موضعشون روشن بکنن، ولی اون بدنه در مدیریت فعلی با مدیریت رهبری این فعلی با امثال رهبران سابقشون و فرمانده کل قواشون دقیقا در شکل یک سازمان تروریستی عمل میکنه. این که 50% اقتصاد ایران هم ملا خور کرده، از جنس این رژیم، از جنس این نهاد چیزی کم نمیکنه. اونها رو ما باید، ما یعنی ایرانیان پهناور در ایران پهناور، باید به جهان نشون بدیم و نشون بدیم که همونطوری که عرض کردم یک ایران دیگری که هم منافع مردم ایران رو تأمین میکنه، هم در منطقه انقدر شیطنت نمیکنه، شیطنت بیجا، شیطنتی که به نفع منافع ایران نیست بلکه به ضرر منافع ایرانه، انجام نخواهد داد و منافع شما رو هم بیشتر تأمین میکنه. ایران دموکراتیک بهترین بازار برای این سودجویان شرکت های اروپایی و آمریکایی است. همینجور آقای دکتر میدانی اشاره کردید به مصادره دارایی های اولیگارش های روس، اشاره خیلی به جایی بود، میخوام بپردازم به موضوعی، میخوام نظر شما رو جویا بشم. این تحلیل از اسرائیل اومده بود که این جنبشی که در ایران شکل گرفته سه چیز کم داره، یکیش رهبری، یکیش پول، یکیش تاییدیه یک روحانی بزرگه، اون سومی که ازن جای بحث داره اونم در این روز روزگار، ما در سال 57 نیستیم. اما در مورد پول کاملا درسته، این جنبش به پول احتیاج داره، اما پولش در دسترسه، یعنی پولی که امروز بلوکه شده توسط قدرت های غربی، رقمش هم خیلی بالاست، میگن بین 70 میلیارد تا 120 میلیارد هم من شنیدم، ولی ما میگیریم همه 70 میلیارد. خب اگه بخواد اعتصابات در ایران شکل بگیره، داشتن یه صندوق اعتصابات خیلی لازم و ضروریه و این کار در بیرون عملی است. این پول هم متعلق به مردم ایران، متعلق به جمهوری اسلامی نیست. یک بار که من مطرح کردم، دیدم که چند نفر دوستانه که استاد علوم ارتباطات بین‌الملل حقوق دانن، میگن نه این مانع حقوقی داره. دیروز وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که ما طرحی در دست داریم برای اینکه پولهای بلوکه شده روسیه رو صرف اوکراین بکن، صرف بازسازی اوکراین بکن. تایمز مالی خبر داد که اروپا طرحی در دسترس داره، داره الان بررسی میکنه پولای بلوک شده روسیه رو در اوکراین هزینه بکنه، یعنی داره برای خودشون کار درست میکنن در اوکراین جنگ زده. رقم دکتر خیلی بالاست، 360 میلیارد دلار پوله، 360 میلیارد دلار. همینطور آقای چارلز میشل، بالاخره یه مقام خیلی مهم، رئیس شورای اتحادیه اروپا، ایشون اعلام کرد که بله ما الان در حال بررسی انتقال این پول هستیم برای بازسازی اوکراین. این سیاست دوگانه از کجا میاد؟ چرا در مورد ایران وقتی مطرح میشه میگن این مانع حقوقی وجود داره، ولی در مورد روسیه چنین مانعی وجود نداره؟
این به نظرم نقض غرضه. بفرمایید. اولا من میگم صلاحیت حقوقی ندارم. من وقتی بحران اوکراین شروع شد توی جلسه شرکت داشتم که خانم کاندی رایس تشکیل داده بود و بسیاری از برجسته‌ترین متخصصین روسیه و اوکراین و بانکداری در آمریکا و وزیر دارایی سابق رو دعوت کرده بود برای اینکه ببینن چه کار میشه کرد. و یکی از مسائلی که اون در اون جلسه مطرح شد اتفاقا همین بود. یا آقای پیشنهاد کرد، یا آقایی که در دوران بوش عملا معاون وزارت دارایی بوده، گفت این باید این کار رو کرد، یا کسی دیگه گفت مانع قانونیه، و نفر سومی گفت که خب باید اون مانع قانونی رو برداشت. من اظهار نظر قانونی نمیتونم بکنم، ولی در این که این برخورد دوگانه وجود داره به نظر من آشکاره. ولی گمان من این است که راه ساده تر حل این مسئله، یعنی ایجاد یک صندوق برای اعتصاب کارگران، این است که خود جامعه ایرانی در غرب این صندوق رو ایجاد بکنه و از دولت آمریکا بخواد، از دولت‌های اروپایی بخواد که این امکان قانونی رو ایجاد بکنن، امتیاز مالیاتی مثلا قائل بشن. در آمریکا این سابقه وجود داره که شما اگر مثلا به برخی نهادها در اسرائیل کمک بکنید میتونید از استفاده مالیاتی بکنید از اون، یعنی اون رو به عنوان خرجی که در امور خیریه کردید استفاده بکنید. ما باید فشار بیاریم یه چنین امکاناتی ایجاد بشه. جامعه ایران در خارج این امکان رو داره و من این میل رو میبینم. باید یک جریان کاملا شفاف باشه، باید زیر نظر یک هیئتی باشه که دقیقا معتمد مردم باشه، باید تمام دفتر و دستکش شفافیت داشته باشه و دقیقا همین کار رو بکنه. اینکه پسل پنهون به فلان خانواده کارگر یا فلان خانواده زندانی سیاسی کمک بکنیم، و میدونم این تلاش ها هم صورت میگیره، بسیار عالیه، بسیار بایسته است، شاید هم در بعضی موارد مورد سوء استفاده قرار میگیره، ولی اون مسئله رو حل نمیکنه. ما باید دقیقا اون امکان رو ایجاد بکنیم، و اگر ما به عنوان جامعه ایرانی مهاجر بتونیم قدرتمون رو بسیج بکنیم و یک چنین نهادی ایجاد بکنیم و به کارگران ایران، به خانواده های زندانی سیاسی در ایران کمک بکنیم، اون وقت کشورهای غربی هم از اینکه اون پول رو بلوکه بکنن به اصطلاح رغبت بیشتری خواهند داشت. این رو میدونم که جمهوری اسلامی نکبت ولایی اونقدر پرونده داره در آمریکا، حداقل دادگاه‌هایی هستن که به چندین ده میلیارد دلار علیه این رژیم حکم صادر کردن، اون پول بلوکه بشه. استنباط من این است که یکی از اولین جاهایی که پرداخت خواهد شد اونها خواهد بود. بسیاری از خانواده‌هایی که مثلا خانواده‌هایی که در لبنان مثلا مورد حمله حزب الله قرار گرفتن، یهودیایی که در آرژانتین کشته شدن، در گروگانگیری صدمه دیدن، همه اینها پرونده هایی دارن. من فکر میکنم اگر ما اون جریان رو ایجاد بکنیم، و امکانش هست، امکان قانونیش به راحتی هست، منتها دوباره محتاج یک جریان شفاف توانمندیه که این کار رو انجام بده. ببینید اسلامی ها، دوباره یادمون نره، اونها این زمینه کار رو از پیش داشتن. شما در خاطرات بعضی از این فعالین سیاسی مذهبی، بعضی از این اصلاح طلبای سابق میخونید، ببینید که اینها از همون زمان 1962 در خارج صندوق های داشتن، پول های جمع میکردن و به هر کسی که میخواستن در ایران مثلا زندانی میشد یا میخواستن فلان کتاب رو سوبسید بدن، فلان کتاب رو ترجمه بکنن، براشون پول میفرستادن. اونها از اون شبکه استفاده کردن. اخوان المسلمین 50 سال چنین صندوق هایی در خارج ایجاد میکنه، هزار و یک جور هم اونها
در واقع دروغ میگن، تشکیلات در واقع به ظاهر صادر میکنن، نمیدونم گل فروش برای گل فروشی برای صلح در فلسطین ایجاد میکنن، از اون طریق برای خداشون پول میفرستن، ولی این شبکه ها نه به اون شکل ولی به شکل شفاف قانونی به گمان من باید انجام بشه. اینها بخشی از همون نگاه استراتژیکی است که عرض کردم. ما تا اون نگاه استراتژیک رو در خارج پیدا نکنیم، به نظر من حریف این رژیم تبهکار که پول هم داره و الان هم در صدد، در اخبار مثلا حتما میشنوید شنیدید که در صددن 10-11 میلیارد دلاری که در عراق هست بگیرن، شاید با چراغ سبزی از برخی از کسانی که در دولت بایدن هستن. این شایعات رو من شنیدم، از منابع نسبتا موثق هم شنیدم به هر حال. ولی اون مسئله این رژیم، حتی 11 میلیارد هم بگیرن، حتی اون 60 میلیارد هم بگیرن، ببینید این رژیم در دوران احمدی نژاد 700 میلیارد دلار پول بهش رسید. 700 میلیارد دلار، یعنی چیزی در اون زمان برابر 60% کل درآمد نفت و گاز ایران از زمانی که نفت و گاز در ایران کشف شده. دیدید این نکبت با اون پول چه کرد؟ هیچ، به قول خودشون هیچ کار نتونستن، حتی کار نتونستن در داخل ایجاد بکنن، همش یا هپل هپو شد، یا فرستادن حزب الله و هشت و شعبی، یا آوردن در کانادا و مالزی و فلان آقازاده ها دارن باش خوشگذرونی میکنن، یا خانومزاده ها، بعضی هاشون اون خانومزاده هم نمیدونم زن خواهرزاده زن آقای خامنه ای در استرالیا با یه دانشجو که در استرالیا صحبت میکردم میگفت بعضی از اینایی که از ایران اومدن مثل شازده های عربستان در اینجا زندگی میکنن، لباس های آنچنانی میپوشن و از این رژیم هم دفاع میکنن. چطور این قضیه؟ گفتم همشون آقازاده و خانومزاده این رژیم هن. خب باید جلوی این نگاه شتاب زده رو به نظر من گرفت و به فکر دراز مدت بود و ایجاد اون نوع صندوق به گمان من یکی از ضرورت هاست و اون وقت در مرحله دوم اون در واقع دو دوزه بازی هایی که غربی ها میکنن رو میشه جلوشو گرفت. ببینید تنها راه جلوگیری از این دو دوزه بازی های غربی ها ایجاد یک جریان قدرتمند متحد بین داخل و خارجه که بهشون نشون بده اگر این دو دوزه بازی ها رو امروز بکنید در فردای دموکراتیک ایران که قطعی است ضرر خواهید کرد. امیر. چین دقیقاً به این نتیجه رسید که برای این رژیم فردای در ایران متصور نیست و رفت با عربستان و امارات و قطر و پاکستان بست. اروپایی ها هم عملاً به نظر من به همین نتیجه رسیدن، گام اول رو برداشتن، برای اینکه گام های بعدی رو بردارند ما باید یک جریان قدرتمند، یک ایران قدرتمند، نه صرفا اپوزیسیون قدرتمند، هر کسی که حاضر برای ایران دموکراتیک کمک بکنه حتی اگر خودش رو اپوزیسیون ندونه در واقع بخشی از اون وحدتی است که لازمه، اون وحدت ملی، وحدت ملی فراگیر داخل و خارج. هر کسی در داخل دل برای ایران میسوزه، برای حفظ یک پارچگی ایران میسوزونه، برای این دل میسوزونه که ایران رو باید به اون جایی که ایران مستحق و توانمندش هست برسونیم، چه در داخل چه در خارج، چه کرد چه یهود چه زرتشتی چه بهایی چه خدا ناپرست، حتما همه زنان، حتما همه مردانی که میخوان، اینها اون پیوند رو اگر ایجاد بکنین، غرب هم به این دو دوزه بازی و آقای بورل هم به این شگرد های به اصطلاح قانونی که حالا
سپاه رو مگه میشه نباید چیز کرد؟ شما چند تا پرونده لازم دارید که بدونید قدس در اروپا چند بار فعالیت تروریستی کرده؟ کدوم سازمان تروریستی بیشتر از سپاه قدس در اروپا آدم کشته؟ نمیتونه. این نظر شما رو آقای کویل هم همین روز گذشته، آرس کویل، کارشناس سپاه پاسدارانه، مطرح گفتید اینا با چه جنایاتی دیگه مرتکب میشن؟ شما اینا بگید سازمان تروریستی. حرفای آقای دکتر عباس میلانی رو شنیدم، یعنی ما به یک استراتژی نیرومند احتیاج داریم. این استراتژی پشتوانش اتحاد ماست. لعنت بر کسانی که بخوان این اتحاد و این همدلی که بین میلیون ها ایرانی در پنج قاره پدید آمده رو در هم بشکن. چیزی جز این نمیتونم بگم. آقای دکتر میلانی ببخشید، فکر میکنید که میشه اولویت داد به همین طرح این سیاست دوگانه و موضوع ایجاد صندوق اتصاب در همین جلسات اولیه استنفورد درباره ایران با کارشناسان؟ من مطمئنم اون یکی از نکاتی خواهد بود که بحث خواهد شد، برای اینکه به هر حال اگر کسی بتونه این صندوق رو کمک بکنه، ایجاد بکنه، همین این افراد هستن. من عمیقا به این معتقدم که اگر ما بخوایم به غرب نشون بدیم که ایران پهناور توان ایجاد یک جامعه دموکراتیک داره، باید بر پای خودمون بایستیم، باید بر نیروهای ایرانی تاکید کنیم. اینکه بریم از نمیدونم عربستان، اتحاد، امارات یا هر کشوری، آمریکا، هلند، فرانسه، چین، ما چین پول بگیریم، کمکی به اون حل مسئله نمیکنه. ممکنه مسئله اون گروه رو حل بکنه. اگر ما میگیم جامعه ایرانی به یک روایتی نزدیک به 2 تریلیون دلار به یک روایتی سرمایه داره یا سرمایه کنترل میکنه، اگر جنبشی ادعای دموکراسی داره، ادعای نمایندگی ایران رو داره و نمیتونه از این جامعه تغذیه بکنه و باید بره مثلا برای کمک از فرانک کشور بگیره، اون جریان خودجوش این حرکت دموکراتیک نیست و اون به غربی ها این فکر رو القا نمیکنه که یک چنین پیونده، چنین اتحادی محکمی برای ایجاد ایران دموکراتیک وجود داره. ممکنه پول رو بدن، ولی وقتی که پول رو میدن یا وقتی که میشنون این پول از کجا آمده، به این نتیجه میرسن که این جریان هنوز پیوند ارگانیک با خود جامعه نداره، یعنی به پختگی نرسید. رو اون کار کنیم که رو پای خودمون بیستیم و میشه ایستاد. میدونید بعضی دوستان بعد از این صحبت ها به من زنگ میزن که آقا ما اصلا با فلان کس گفتیم فلان کار رو بکن. میگم دوستان عزیز، اینا آدم های سرمایه‌داری هستن که در این فضا، در فضای ضد ایرانی تونستن موفقیت پیدا بکنن. پولشون رو یا مفت نمیدن به کسی. باید طرحی داشته باشید، سازمانی داشته باشه، اول آخرش روشن باشه، فکر کرده باشید، اون وقت کمک میکنن. عظیم این جامعه ایرانی خارج از کشور، سخاوتمنده، ولی در این حال عظیم هم گزیننده است به هر چیزی، هر کسی کمک. آقای جوشو میلاد، مثل همیشه خیلی آموزنده، خیلی سپاسگزارم. برای منتظر هفته آینده باشیم. امیدوارم آقای دکتر میلانی بتونن لیست رو اعلام بکنن. تشکر میکنم از این استاد برجسته آقای دکتر عباس میلانی عزیز.